اما واقعا تعریفی و یه موازنه ای از بدن اعلام میشه. اگر بی ام آی زیر 18.5 باشه، فرد در کاتگوری لاغر قرار میگیره، یعنی فردی که از حد معمول لاغرتر است. 18.5 تا 24.9 رو ما میگیم کسانی که وزن نرمال دارن. از 25 تا 29.9 کسانی هستن که اضافه وزن دارن. کمطور که فرمودید مجموعاً بالای 65% ایرانی‌ها تقریباً مجموعاً اضافه وزن یا چاقی مفرط دارن. چاقی مفرط مرزی از بی ام آی 30 شروع میشه. کلاس 1 چاقی میشه بی ام آی 30 تا 34.9 رو میگیم. در واقع چاقی کلاس 1 از 35 تا 39.9 رو ما میگیم چاقی مفرط کلاس 2 و از 40 به بالا رو میگیم چاقی مفرط کلاس 3. معمولا کسانی که بی ام آی بالای 50 دارن رو بهشون چاقی مفرط سوپر یا کلاس 4 هم گفته میشه. چه کسانی کاندید عمل هستن؟ کسانی که قاعدتا بی ام آی بالای 40 داشته باشن یا بالای 35 به اضافه بیماری همراه. حالا این بیماری همراه میتونه دیابت نوع 2 باشه، میتونه فشار خون باشه، میتونه چربی خون باشه، میتونه نازایی باشه، تختان پولیکیستیک باشه، ریفلاکس باشه، در واقع آرتروز باشه، دردای مفاصل مزمن باشه، میتونه آپنه خواب باشه و خیلی از این بیماری که مرتبط با چاقی هست. استثنایی هم وجود داره برای کسانی که بی ام آی بالای 30 دارن، بین 30 تا 35. بین 30 تا 35 فقط موارد خاص، یعنی به فرض بیماری هست که دیابت نوع 2 داره و با وجود حد اکثر مصرف داروها و حتی انسولین قندش کنترل نیست، ایشون میتونه بعد از اینکه البته تاییدیه گرفت از همکاران فوق تخصص قدرت میتونه کاندید بالقوه جراحی متابولیک بشه. یا مثلا شاید که به فرض یک فردی که آپنه خواب بسیار شدید داره، به رژیم ورزش به هیچ وجه جواب نمیده، جونش در مخاطره است، ممکنه جراحی چاقی در کلاس 1 بهش کمک کنه. ولی به طور عمده کسانی که همونطور که عرض کردم حداقل بی ام آی بالای 35 باید باشه، معمولا جراحی چاقی در کلاس 1 انجام نمیشه. آقای دکتر، چرا اصلا اینقدر در جوامع امروزی چاقی به صورت یک مشکل تقریبا لاینحل داره در میاد که
انقدر نیاز ما رو داره به سمت جراحی های انجام، یعنی در جراحی های درمان چاقی پیش میبره. چرا انقدر شیوعش زیاد داره میشه؟ همطور که فرمودید چاقی الان دیگه اپیدمی شده تو دنیا، یعنی مشکل عمده دنیا الان چاقیه و علت اول مرگ در دنیا چاقی، یعنی بیماری های مرتبط با چاقی علت اول مرگ، یعنی بیش از سرطان و بیش از تصادفات چاقیه که باعث مرگ میشه. یه علتش تغییر لایف استایل، تغییر شیوه زندگی که شیوه زندگی ماشینی باعث شده فعالیت ها کمتر بشه. علت بعدیش تغذیه است، متاسفانه رو آوردن به غذاهای آماده مثل فست فود ها باعث این موضوع شده. سومیش هم ژنتیکه، غالبا وقتی پدر و مادر چاق میشن بچه‌شون هم به احتمال زیادی چاق میشه، هم به خاطر ژنتیک هم به خاطر اینکه الگوی تغذیه پدر و مادر رو تقلید میکنه و این بسیار بسیار موثر در چاقی کودکان و نوجوانان. یعنی امروزه دیگه فقط چاقی افراد بزرگسال موزر دنیا نیست، امروز چاقی در اطفال هست، در کودکان و در نوجوانان خودش موزلیه. اینها مجموع عواملی هست که میتونه باعث این بشه که چاقی در دنیا به سمت اپیدمی پیش بره. پس باید یه ذره اون نگرشه تغییر بکنه. قبلا میگفتن هرچه بچه توپولیتر و هرچه توپولتر باشه بهتره، باید این نگرش در خانواده ها واقعا از ابتدا ایجاد بشه که با تغییر سبک زندگی کودک در آینده نخوان که یک کودک رو، یعنی یک فرد چاق رو تحویل دقیقاً همینطور. یعنی خیلی از تربیت هایی که در دوره کودکی میتونه انجام بشه، چند نظر فعالیت بچه‌ها، چند نظر تغذیه‌شون، میتونه این زمینه رو ایجاد کنه که بچه در بزرگسالی ان شاءالله به چاقی و قاعدتاً بیماری که مرتبط با چاقی خواهند بود دچار نشه. چند نوع جراحی برای درمان چاقی وجود داره؟ درمان جراحی چاقی عمدتاً سه دستن. یه دسته جراحی‌های محدود کننده هستن که دریافت مواد غذایی فرد رو کاهش میدن، یعنی به نفعی یا به فرض ورودی معده رو تنگ میکنن مثل بند معده که البته خیلی انجام نمیشه، یا حجم معده رو کم میکنن مثل اسلیپ معده که یه بخش عمده از معده برداشته میشه بدن خارج میشه. دسته دوم اعمالی هستن که سوء جذب ایجاد میکنن، یعنی زمینه که دریافت مواد غذایی یه مقدار کم میشه سوء جذب هم ایجاد میشه، شامل بایپس ها هستن، بیشتر مثلا بایپس های تکان آنستومازی که به عنوان بایپس مینی معروف بوده و همطور دایورژن بیلیو پانکراتیک، اینا جز روش های سوء جذبی هستن. دسته سوم که بین این دو دسته قرار دارن روش های ترکیبی هستن، یعنی یه ترکیبی هست، روش محدود کننده هستن، دریافت مواد غذایی کم میشه و یه مقداری سوء جذب هم میدن، مقدار بسیار کمی. این روش ها بهشون روش ترکیبی میگن. مثالش هم بایپاس کلاسیک است که در واقع استاندارد طلایی بین کل روش هاست، استانداردترین روش محسوب میشه. البته این به این معنا نیست که استانداردترین روش برای همه افراد بهترین روش، هر کدوم از این روش ها بر اساس شرایطی که بیمار داره ممکنه مناسب ترین روش برای بیمار باشه. یعنی پزشک مشخص میکنه که از کدوم یکی از این روش ها برای یک بیمار خاص میشه بله، استفاده بله. کرد. یعنی مثلا اگه من اگر کاندید اسلیپ باشم، الزاماً فرد دیگری که مثلا هم حالا مثلا خواهر من، مادر من، الزاماً نمیتونه اسلیپ بله. بکنه. فقط به تشخیص پزشک بستگی داره. آیا اصلا خطری داره آقای دکتر جراحی های درمان چاقی؟ قطعا همینطوره، هیچ عمل جراحی بدون خطر نیست. جراحی چاقی در یک مرکز بسیار مجهز توسط افرادی که واقعا کارشون این است، تحصیلات این رشته رو دارن، ما میگیم 0.5% خطر نشتی داره، 0.5% خطر خونریزی داره، 0.5% خطر آمبولی داره و 1 در 1000 خطر فوت در بهترین مراکز. اما به خاطر اینکه چاقی خودش بسیار بسیار خطرناک است، همونطور گفتم سردسته علل منجر به مرگ است، تقریبا اگر کسی کاندید عمل باشه، تاکید میکنم کاندید عمل باشه، خب سود عمل از ضررش و خطرات احتمالیش خیلی بیشتره. ما میگیم 99.5% فرد سود میبره از عمل جراحی و 0.5% ممکنه متضرر بشه. این بی ام آی که من به شما گفتم، این به این معنی نیست که فردی که بی ام آی بالای 40 داره مستقیم بیاد برای عمل جراحی. جراحی همیشه آخرین راهه. یعنی اگر فرد واقعا با ورزش، با تغذیه، با تغییر سبک زندگی بتونه وزنش رو کاهش بده، قطعا ما توصیه میکنیم اینطور بشه و قبل از اینکه تمام این کار رو بکنه، قبل از اینکه بخوایم فرد رو جراحی کنیم، فرد باید بره از نظر وضعیت تغذیه بررسی بشه، وضعیت روانشناسی روانشناختی بررسی بشه. در واقع یک تیم تصمیم میگیرن. این تیم فقط جراح چاقی نیست،
همونطور گفتم متخصص تغذیه است، متخصص قلب است، متخصص گوارش است، متخصص غدد است، همکاران متخصص طب ورزشی هستن، همکاران متخصص ریه هستن. خیلی همکاران هستن تو تیمی که ما بهش میگیم مولتی دیسیپلینری، یعنی یک تیمی که با هم دیگه بررسی میکنن ببینن فرد چقدر ممکنه سود ببره از عمل جراحی چاقی و ممکنه چه خطراتی فرد رو تهدید بکنه. آیا نیاز هست که فرد قبل عمل کاهش وزن داشته باشه، به فرض بر اینکه تنفسش بهتر باشه، وضعیت قلبش بهتر بشه، کبدش کوچکتر بشه. خیلی این فاکتورها در نظر گرفته میشه تا اینکه فرد رو ما بگیم که اینشون حالا الان کاندید عمل جراحی چاقی هست. به فرض اینکه فردی جراحی رو انجام داد، چه تغییراتی در سبک زندگیش باید ایجاد بکنه بعد از جراحی؟ اولین چیزی که باید بگم، چاقی یک بیماری مزمن مثل دیابت. اینکه فرد فکر کنه که من الان عمل کردم و درمان قطعی بوده و دیگه قرار نیست من سبک زندگیم رو عوض کنم، قرار نیست تغذیه‌ام اصلاح کنم و قرار نیست ورزش کنم، خب این فرد به احتمال زیاد با شکست مواجه میشه. یک مثلث موفقیتی است در جراحی چاقی. یک رأسش میتونم بگم که انتخاب درست و انجام درست جراحی چاقی. یک قسمت دیگش خود بیماره، یعنی بیمار باید بپذیره که بعد از عمل دستورات غذایی خاصی رو رعایت کنه، باید بپذیره ورزش کنه، باید بپذیره که الگوی زندگیش رو کلن تغییر بده. این الگوی زندگی صرفا خوردن، خوابیدن، ورزش کردن نیست، خیلی چیزها ممکنه مجبور بشه تغییر بده تو زندگیش. و رأس سوم یا ذیل سوم بگم، مهمترین عاملی که از ژنتیک فرد، یعنی خداست، خدا اصلا بالاتر. ژنتیک فرد خیلی موثره در پاسخ بدن فرد به جراحی چاقی. ممکنه شما دو تا خواهر رو عمل کنی، هر دوم کاندید دیگه عمل باشن، عین هم دیگه عمل باشن، شرایط یکسان داشته باشن، یکیشون پاسخ خیلی بهتر داشته باشه به خاطر ژنتیک خاصی که داره. بعضی از افراد بیشتر جواب به جراحی چاقی میدن و بعضی ها کمتر. بعضی ها برگشته وزنشون بیشتره، بعضی ها برگشته وزنشون کمتره. اینو خب همطور گفتم هم به جراحی برمیگرده، هم به تغییر زندگی فرد برمیگرده و هم به ژنتیک فرد. بعد از جراحی بلافاصله روند کاهش وزن شروع میشه و تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ بلافاصله این نیست که مثلا فرد از اتاق عمل بیرون اومد بلافاصله وزنش کم شده باشه، نه، ولی تو 10 روز اول این چیز حدود 15-20% اضافه وزنشون رو از دست میده و تقریبا میتونم بگم تا 9 ماه بعد از عمل تقریبا اینا به یه شرایط ایدئالی میرسن. توی اسلیپ معمولا کاهش وزن تا 1 سال ادامه داره و توی بایپس ها معمولا تا 1.5 سال ادامه داره و معمولا کاهش وزن در 2 سالگی کاملا متوقف میشه. بعد از 2 سال اگر فرد رعایت نکنه، این وزن شروع میکنه برگشتن و ممکنه فرد 5-10% حتی تا 20% اضافه وزن رو که از دست داده برگرده بعد از 2 سال. خیلی خود فرد موثره در این که بتونه این کاهش وزنشو نگه داره، چون همونطور گفتم چاقی یک بیماری مزمنه و جراحی کمک میکنه این بیماری کنترل بشه در یه مقطع کوتاه. به فرد این فرصت داده میشه که فردی با BMI مثلا 50 برسه BMI 27-28، آدمی که لاغرتر شده، کمتر میخوره، سوخت و سازش یه مقدار بیشتره، باید حالا خودش هم فعالیت کنه، باید مثل یه آدمی که متناسب هست رفتار کنه، بتونه وزن خودش رو نگه داره. بعد عرض به خدمت شما که سن خاصی داره انجام جراحی چاقی، حالا اسلیپ، بایپس، هر کدومش، یعنی مثلا یه رنج سنی شما برش تعیین میکنید یا خیر؟ این چیز که دستورالعمل های جهانی میگن از 14 سال میتونن عمل جراحی چاقی رو انجام بدن تا 75 سال. ولی خب واقعیتش اینه که خیلی شرایط دیگه این وسط مهمه. ما ممکنه سنین پایین‌تر عمل کردیم، شاید 6 ساله عمل کردیم توی مونس حضرت رسول، به خاطر اینکه شرایط این کودک طوری بود که آپنه شدید خواب داشت، هر شب نشسته می‌خوابید، یعنی پدر مادرش مواظب بودن که این بچه اتفاقی براش توی خواب نیفته. یه شرایط خاصی رو گاهی بعد از اینکه مثلا تاییدیه همکاران متخصص قدرت اطفال رو گرفتیم یا ریه اطفال رو گرفتیم، ممکنه شرایط خاصی عمل کنیم سنین پایین‌تر. اینو چیزی که روتین هست و دستورالعمل‌های جهانی هست، بین 14 سال تا 75 سال این عمل قابل انجام است. بعد
خانمایی که در حقیقت جوان هستن و اسلیو میکنن آیا نگرانی برای بارداری باید داشته باشن یا هیچ منعی و هیچ تداخلی این دوتا با هم دیگه ندارن؟ اسلیو یا بایپس، من فکر میکنم منظورتون جرعه چاقی بوده. جرعه چاقی هیچ معنی برای بارداری نداره. اتفاقا کسانی که نازایی دارن، سالیان سال نازایی داشتن، معمولا بعد از جرعه بارور میشن، من این نداره. منطقه ما توصیه میکنیم 18 ماه، یک سال و نیم بعد از عمل باردار نشن، به خاطر اینکه این روند کاهش وزنشون مختل نشه، بذارن که بالانس بدن به یک شرایط ایدئال برسه، وزنشون به یک شرایط ایدئال برسه، بعد اقدام کنن انشاءالله برای باردار. عرض به خدمت شما که این مرکزی که این جراحی به این وسعت رو انجام میده، چون بالاخره یه جراحی بزرگی هست که داره انجام میشه و افرادی هم که این جراحی رو انجام میدن اغلبشون مشکلات زمینه‌ای هم طور که شما فرمودین رو دارن، اون مرکز چه استانداردی باید داشته باشه که فرد با خیال راحت بتونه این جراحی رو اونجا انجام بده؟ اول اینکه خب پزشکی که عمل میکنه باید تبحر کافی رو داشته باشه. بهتره که فارغ التحصیل این رشته باشه، درس دوره فلوشیپش رو خونده باشه و تعداد زیادی عمل کرده باشه. و این مرکز باید علاوه بر امکاناتی که داره یه مرکزی باشه که تعداد زیادی عمل تو اون مرکز انجام بشه. یعنی مثلا مرکز ما میگیم های والیوم بشه، مثلا حداقل سالی نمیدونم شاید حداقل که 100 تا اون سال در سال انجام بشه. و یه تیم کامل داشته باشه. من تو گفتم مثلا یه تیمی که متخصص قلب باشه، متخصص بیهوشی باشه، متخصص تغذیه باشه، متخصص ریه باشه، تمام کسانی که هستن درگیر جراحی چاقی باشن. مثلا همکار محترم طب ورزشی، اینا هم قبل از عمل هم بعد از عمل خیلی کمک میکنن، همکار روانشناس، روانپزشک. یعنی از همه نظر باید آماده باشه. جراحی واقعا جراحی نیست که در هر مرکزی انجام بشه و حتما باید مرکز مجهز باشه، حتما باید یک استانداردهایی رو که البته انجمن جراحی چاقی تعیین کرده که این استانداردها چی است، باید این استانداردها رو داشته باشه تا فرد بتونه اونجا راحت عمل رو انجام بده. آقای دکتر، خیلی ها هستن که دلشون میخواد این کار رو بکنن و یه دغدغه‌ای دارن که شاید مباحث مالی باشه. آیا بیمه این جراحی رو پوشش میده و اگر میده تو چه شرایطی بیمه تقبل میکنه که گوشه ای از هزینه ها رو بپردازه؟ گفتم BMI بالای 35 به اضافه بیماری مرتبط با چاقی یا بالای 40 در واقع کسانی هستن که کاندید عمل جراحی هستن، ولی بیمه فقط BMI بالای 40 رو پوشش میده. یعنی چاقی مرضی با اینکه بالای 35 تعریف میشه عملا، ولی بیمه BMI بالای 40 رو پوشش میده و عمدتا مخصوصا در مراکز دولتی دانشگاهی قسمت عمده هزینه رو میپردازه. متاسفانه استپلرها، منگنهایی که توی جراحی چاقی مصرف میشن، مدتی از شمول در واقع ارز دولتی خارج شده، هزینش خیلی زیاد شده، ولی تو مراکز دولتی خدا رو شکر هنوز این امکان هست که افراد با همین ارز دولتی در واقع این وسایل تهیه میکنن، چون بیمه‌ام فکر میکنم 90% هزینه رو پوشش میده. تو مراکز دولتی قاعدتا هزینه عمل جراحی چاقی خیلی چشمگیر نیست. فرمودین BMI بالای 40 فقط بیمه پوشش میده. بسیار عالی. من به عنوان سوال آخر که بتونیم بیشتر پاسخگوی همراهانمون باشیم، ازتون میخوام سوال بکنم که اگر خودتون دچار اضافه وزن بودین، این عمل رو به خودتون یعنی برای خودتون پیشنهاد میکردین؟ دوست داشتین خودتون این کار رو انجام بدین یا خیر؟ اضافه وزن یا چاقی؟ اضافه وزن میشه BMI بین 25 تا 29. من اگر چاقی کلاس 1 هم داشتم که عمل نمی کردم قطعا، یعنی BMI هم اگه تا 35 هم بود عمل نمی کردم، ولی 35 به بالا، حتی اگه 40 بودم 50 هم بودم، اولین کاری که می کردم می رفتم رژیم می گرفتم، ورزش می کردم. اگر نتیجه نمی گرفتم قطعا عمل می کردم. عمل جراحی قطعا بهترین و ماندگارترین روش است در کاهش وزن، اما بذاریم همیشه آخرین راه باشه. یعنی آخرین خط درمان رو وقتی همه راه ها رو رفتیم و به نتیجه نرسیدیم بعدش بریم سراغ درمان جراحی بریم. خب یک کلیپ کوتاه داریم در رابطه با در حقیقت انواع روش ها و خود چاقی که این کلیپ رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم.
سلام. آمار نشون میده که حدود 11 میلیون ایرانی اضافه وزن دارن و حدود 18 میلیون ایرانی کار از یکم توپل و توپر گذشته و رسما به چاقی مفرط مبتلا. اما واقعا علت چاقی چیه؟ یکی از متهم‌ها ژنتیکه. جالبه که اگه پدر و مادری اندام متناسبی داشته باشن، بچه‌شون فقط 10% ممکنه که چاق بشه. ولی اگر پدر یا مادر چاق باشن، 80% ممکنه بچه‌شون هم چاق از آب در بیاد. اما ژنتیک چاشنی دینامیته و این محیطه که فعالش میکنه. شیوع چاقی در 40 سال گذشته دو برابر شده و علتش اینه که ما انسان‌ها مصرف گراتر شدیم. یعنی 100 سال پیش به صورت میانگین روزی 1000 کالری می‌خوردیم، ولی امروزه به روزی 2500 کالری رسیدیم. چاقی به جز گند زدن به اعتماد به نفس و اعصابمون، با 60 بیماری دیگه هم در ارتباطه و عمر آدم‌ها رو کم می‌کنه. مردهای چاق به صورت متوسط 21 سال و زن‌های چاق 9 سال زودتر به دیار باقی می‌شتابن. خلاصه که خیلی بده، ولی درمان داره. اول باید ببینیم بیمار چقدر چاقه که تقسیم بندی انواع چاقی بر اساس BMI یا شاخص توده بدنیه، یعنی وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر به توان 2. حالا الان نمیخواد حساب کنیم، بعد از دیدن کلیپ انجامش بدیم. برای BMI زیر 40 ورزش و تغذیه سالم که بهتره زیر نظر متخصص تغذیه و مربی باشه. جالبه که اگه روزی 500 کالری کمتر بخوری، 500 کالری یعنی 100 گرم شکلات و یا نیم لیوان برنج، هفته نیم کیلوگرم وزنمون کم میشه، یعنی توی 6 ماه 12 کیلوگرم وزن کم میکنیم. ولی برای افراد خیلی چاق، یعنی BMI بالای 40 یا افرادی که BMI بالای 35 و یک بیماری زمینه‌ای مثل دیابت یا فشار خون دارن، اگر رژیم جواب نداد میریم سراغ جراحی. چاقی دو مدل جراحی داره که نوع اول جراحی های محدود کننده است، یعنی جراح کاری میکنه که بیمار از یک مقداری بیشتر نتونه غذا بخوره. مثلا اینجوری بالای معده رو با یک باند میبندن و بهش میگن باندینگ معده. غذا میاد اینجا و گیر میکنه و تا زمانی که کم کم رد بشه طرف نمیتونه چیزی بخوره. البته این مدل جراحی امروزه کمتر انجام میشه، به جاش عمل اسلیو رو انجام میدن که با دوختن این قسمت معده باعث میشن طرف غذای کمتری بتونه بخوره. دومین مدل جراحی های چاقی کاهش جذبه، یعنی کاری میکنن که با کوتاه کردن طول روده یا برداشتن معده غذای کمتری جذب بشه، مثل عمل بایپاس معده که اینجوری معده رو برمی‌دارن و مسیر غذا رو عوض می‌کنن. خب اگر داریم فکر می‌کنی جراحی خطرناکه، بله خطرناکه، ولی خود چاقی دومین علت مرگ قابل پیشگیری در کشورهای در حال توسعه است. قبل از عمل بیمار باید خودش رو آماده شرایط جدید کنه، سیگار، الکل و چیزهای دیگر رو ترک کنه و بعد از عمل‌های جراحی بیمار باید مجموعه‌ای از ویتامین‌ها و مواد معدنی رو مصرف کنه. سلامتی بزرگترین نعمت خداوند. اینجا تخت فاز. خب برگشتیم، امیدوارم که تا الان موضوعاتی که مطرح شد پاسخگوی سوالات شما عزیزان بوده باشه. یه دوستی ازمون پرسیدن که آیا در حقیقت شما تو مرکزی که کار میکنید چطوری میتونن از شما نوبت بگیرن و چطوری میتونن وقت بگیرن و به شما مراجعه بکنن؟ اگه راهنمایی بفرمایید ممنون. معمولا جراحی چاقی توی بیمارستان حضرت رسول نوبت‌های 60 دقیقه کلینیک چاقی هست، یعنی معمولا من فکر میکنم نوبت‌های حضوری هست، به کلینیک چاقی مراجعه میکنن، اسم می‌نویسن، یه سری کارهای اولیه انجام میشه قبل از اینکه جراح ببینه. حتما تیم میبینه، یعنی تیمی که متشکل از متخصص تغذیه است، روانپزشک است، طب ورزشی است و همکاران دیگه میبینن. یه مدت بیمار رژیم میگیره، اگر تاییدیه رو تونست کسر کنه بعد میره تو نوبت جراحی چاقی و ان شاءالله عمل میشه. آقای دکتر، ما آماری داریم از مریضایی که جراحی شدن و حالا به نوعی دچار مشکلات روحی روانی شدن، مشکلات جسمی که حالا قابل ردیابی هست، مشکلات روحی روانی رو آیا آماری داریم؟ من درصدشو نمیدونم، ولی یکی از عللی که ما میگیم حتما جراحی چاقی تیمی هست همینه، یعنی قبل از عمل همکاران روانشناس و روانپزشک با بیمار مصاحبه میکنن ببینن آیا بیمار در واقع اون پذیرای عمل جراحی چاقی هست یا نه. بعد از عمل هم همینطوره، یعنی ما بیمار رو رها نمی کنیم، تیم بیمار رو رها نمی کنه. بعد از عمل هم یک چیزی که خیلی مهمه باید بهتون بگم اینه که مراجعات منظم بعد از عمل جراحی چاقی خیلی خیلی مهمه، هم در اینکه مریض بهتر نتیجه بگیره، هم اینکه از این عوارضی که گفتیم جلوگیری بشه. جراحی چاقی واقعا جراحی زیبایی نیست که مثلا فرد عمل کنه بره یه بار ویزیت چه بخیاشو بکشه تموم شه بره. ویزیت‌های منظم داریم، معمولا بیماران 10 روز بعد عمل، 1 ماه بعد عمل، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 18 ماه و 2 سال و بعد سالیانه مراجعه میکنن. فقط هم به جراح مراجعه نمیکنن، متخصص تغذیه اینا رو میبینه، متخصص روانشناس روانپزشکی که لازم باشه میبینه، متخصص طب ورزشی حتما اینا رو میبینه.
در کسانی که مثلا دیابتی بودن متخصص غدد حتما اینا رو میبینه. وقتی این مصاحبه انجام میشه و فرد توسط یه تیم بزرگ ساپورت میشه، قاعدتا این شرط که شما گفتی خیلی خیلی کمتر برای مریض پیش میاد. ولی به هر حال خیلی از بیماران هستن که چاقی براشون وقتی چاقن خوردن براشون بزرگترین تفریحه. قاعدتا وقتی از این تفریح محروم میشن، ممکنه یک بعضی از این افراد، حالا تعداد خیلی زیادی نیست، ولی بعضی از این افراد حالت افسردگی پیدا کنن که مثلا بهترین دوست من خوردن بود، بهترین دوست من غذا بود و شما این غذا رو از من گرفتید. یعنی یادتون باشه هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. این نیست که شما به عمل بکنی و همه چی خیلی خوب پیش بره، هر چی دلت خواست بخوری، فعالیت هم نکنی. نه، یه سری چیزا رو با افراد رعایت کنن درش. گروه غذایی هستش که کلن باید حذف بشه بعد از عمل، یا مثلا بگن اصلا شما بعد از اینکه عمل کردید دیگه لب به این نوع غذای خاص اصلا نباید بزنید؟ چند تا چیز رو معمولا میگیم استفاده نکنن، امیدوارم همه استفاده نکنن. یکی مشروبات الکلیه، یکی هم دخانیاته. ما اینا رو منع میکنیم از مصرف اینا، امیدوارم واقعا مصرف نکنن. خب از تا جایی که بتونیم از غذای فست فود منعشون میکنیم، بیمارانو از غذای بسیار چرب منعشون میکنیم، میرن به سمت غذای سالم. توصیه میکنیم 50-60% تا 70% حتی بشقاب غذایشون پروتئین باشه. این پروتئین که میگم صرفا گوشت نیست، میتونه پروتئین حتی از سبزیجات تامین بشه، از غلات تامین بشه و یا از تخم مرغ مثلا تامین بشه. توصیه به این که غذایی که مصرف میکنن، چون قاعدتا حجمش کمتره، این حجم کم رو بیشتر سعی کنن پروتئین مصرف کنن. درسته. بعد ورزش رو از کی میتونن شروع کنن؟ ورزش رو که از روز فردای روز عمل بیماران شروع کنن به راه رفتن مکرر. البته از فردا که میگم، از اینکه مریض اومد تو ریکاوری، اومد توی بخش، شروع کنه به راه رفتن. برای اینکه وزنشون بالاست، برای اینکه آمبولی نکنن، ورزش های سبک رو معمولا تو همون 10 روز اول شروع میکنیم. ورزش هوازی رو از روز دهم تا ماه اول، ورزش های قدرتی رو معمولا، حالا با همکاران طب ورزشی ممکن نظرشون متفاوت باشه، ولی معمولا از ماه اول میگیم که ورزش های سنگین رو شروع کنن، کار با وزنه رو شروع کنن. تو همون 10 روز اول میتونن استخر هم برن، شنا کنن. و ورزش هست که میگم هوازی معنی نداره تا ماه اول. مثلا ورزشی هستش که نباید انجام بدم، مثلا سوارکاری یا ورزش دیگه؟ نه، معنی برای ورزش خیلی عمالی. نکته هستش که شما بخواید اضافه بکنید به مباحث بسیار عالی و مفیدی که فرمودید؟ من میخواستم بگم که متاسفانه بعضی ها فکر میکنن جراحی چاقی جراحی زیبایی، اصلا اینطور نیست و به هر حال عمل ریسک داره. من راجع به مرگ و میر عمل گفتم که در بهترین مراکز 1 در 1000 خطر فوت داره. در خیلی از مراکز متاسفانه این خطر خیلی بیشتره، عوارضشون خیلی بیشتره. همون 1 در 1000 هم عدد کمی نیست. کسی باید عمل کنه که واقعا کاندید عمل بشه. امروزه بازم میگم متاسفانه بعضی ها روی آوردن از پزشکی به تجارت و بی ام آی پایین عمل میکنن. متاسفانه مردم خیلی ناآگاهن، به خود ما هم مراجعه میکنن، بی ام آی 27 داره، 28 داره، 30 داره، 31 داره، اصرار که میخوام عمل کنم، نمیدونه بعدن چه اتفاقی براش میفته. عملها بسیار خوب هستن برای کسی که کاندید عمل هست. کاری نکنن که بعدن پشیمون بشن. گفتم اصلا عمل زیبایی نیست و به مخاطراتش فکر کنن. مخاطرات صرفا مرگومه نیست. به هر حال عمل در دراز مدت ممکنه عوارض داشته باشه، از جمله سوء تغذیه، از جمله بعضی عملها مثل اسلیف در دراز مدت ممکنه ریفلاکس بده، بایپس ها ممکنه در افرادی که رعایت نمی کنن منجر به زخم بشه. برای همین اگر کاندید عمل نیستن، خواهش میکنم اصلا سراغ عمل نرن. کسانی که کاندید عمل هستن، باز تاکید میکنم جراحی چاقی آخرین راهه، بهترین راه هست، ولی آخرین راه. اگر که فکر میکنن و میتونن با رژیم و با ورزش وزنشون رو کم کنن، حتما توصیه میکنم اول روش غیر جراحی رو امتحان کنن. خیلی از شما ممنون. یه سوال داریم که شما تو توضیحاتتون فرمودید، ولی خانم سازگار سوال کردن که بارداری بعد از جراحی اسلیف امکان پذیر هست؟ یعنی که فرد اگر امروز اسلیف جراحی بکنه چقدر بعدش میتونه باردار؟ گفتم توصیه میشه اسلیف بایپاس تفاوتی نمیکنه. کل جراحی چاقی
توصیه میکنیم، حداقل توصیه که ما میکنیم که توصیه شخص من نیست، توصیه که کتابای فوق تخصصی ما نوشتن، 18 ماه باید فاصله باشه بین جراحی چاقی و در واقع باروری، به خاطر اینکه اون شرایط بدن به یه حالت ایدئال برسه، وزن فرد به حالت ایدئال برسه، بالانس خوبی داشته باشه، بالانس مثبت شده باشه، بتونه بدن وزن بگیره، چون به حال معمولا تو باروری یه وزنی باید بگیرن، بچه یه وزنی پیدا کنه. فردی که در حال کاهش وزنه غالبا خوب نیست، هم برای خودش هم برای بچهش. خیلی ازتون متشکرم از اینکه وقتتون رو گذاشتید در اختیار ما، و میخواستم به عنوان تاکید اگر اجازه بفرمایید از صحبت شما یه استفاده بکنم، چون دکتر اکثر بیماری هایی که الان ما داریم بهشون برخورد میکنیم به یک کلمه میرسیم و اون لایف استایل هست یا سبک و شیوه زندگی. با تغییر شیوه زندگی میتونیم پیشگیری بکنیم از خیلی از مواردی که متاسفانه الان گریبان گیر ماست، که اصلی ترین مشکلی که الان جوامع باش درگیر هستن چاقیه، و با تغییر لایف استایل میتونیم خیلی از چاقی و بروز چاقی جلوگیری بکنیم که دیگه نخواهیم دنبال درمان های اون باشیم. دکتر فرمودن که روش های جراحی چاقی آخرین درمان و آخرین خط درمان در چاقی هستش، چون آقای دکتر من خیلی شنیدم که میگن که میخوریم حالا باشیم، حالا بعد میریم نهایتا جراحی میکنیم، ریسک خودش رو داره، متاسفانه عوارض خودش رو داره، علیرغم اینکه پیشنهاد میشه، ولی خب بهتر هستش که نذاریم که اصلا کار به اون مرحله برسه. خیلی از شما متشکرم که ما رو تماشا کردید، امیدوار هستم که تونسته باشیم گامی در جهت رشد و ارتقای آگاهی شما عزیزان برداریم. امیدوار هستم که در پناه خداوند سالم و سلامت باشید. تا درود دیگر بدونید. سلام. آمار نشون میده که حدود 11 میلیون ایرانی اضافه وزن دارن و حدود 18 میلیون ایرانی کار از یکم توپل و توپر گذشته و رسما به چاقی مفرط مبتلان. اما واقعا علت چاقی چیه؟ یکی از متهم‌ها ژنتیکه. جالبه که اگه پدر و مادری اندام متناسبی داشته باشن، بچه‌شون فقط 10% ممکنه که چاق بشه. ولی اگر پدر یا مادر چاق باشن، 80% ممکنه بچه‌شون هم چاق از آب در بیاد. اما ژنتیک چاشنی دینامیکه و این محیطه که فعالش می‌کنه. شیوع چاقی در 40 سال گذشته دو برابر شده و علتش اینه که ما انسان‌ها مصرف گراتر شدیم. یعنی 100 سال پیش به صورت میانگین روزی 1000 کالری می‌خوردیم، ولی امروزه به روزی 2500 کالری رسیدیم. چاقی به جز گند زدن به اعتماد به نفس و اعصابمون با 60 و بیماری دیگه هم در ارتباطه و عمر آدم‌ها رو کم می‌کنه. مردهای چاق به صورت متوسط 21 سال و زن‌های چاق 9 سال زودتر به دیار باقی می‌شتابن. خلاصه که خیلی بده، ولی درمان داره. اول باید ببینیم بیمار چقدر چاقه، که تقسیم بندی انواع چاقی بر اساس BMI یا شاخص توده بدنیه، یعنی وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر به توان 2. حالا الان نمیخواد حساب کنیم، بعد از دیدن کلیپ انجامش بدیم. برای BMI زیر 40 ورزش و تغذیه سالم که بهتره زیر نظر متخصص تغذیه و مربی باشه. جالبه که اگه روزی 500 کالری کمتر بخوری، 500 کالری یعنی 100 گرم شکلات و یا نیم لیوان برنج، هفته ای نیم کیلوگرم وزنمون کم میشه، یعنی توی 6 ماه 12 کیلوگرم وزن کم میکنیم. ولی برای افراد خیلی چاق، یعنی BMI بالای 40 یا افرادی که BMI بالای 35 و یک بیماری زمینه‌ای مثل دیابت یا فشار خون دارن، اگر رژیم جواب نداد میریم سراغ جراحی. چاقی دو مدل جراحی داره که نوع اول جراحی‌های محدود کننده است، یعنی جراح کاری می‌کنه که بیمار از یک مقداری بیشتر نتونه غذا بخوره. مثلا اینجوری بالای معده رو با یک باند می‌بندن و بهش میگن باندینگ معده. غذا میاد اینجا و گیر می‌کنه و تا زمانی که کم کم رد بشه طرف نمی‌تونه چیزی بخوره. البته این مدل جراحی امروزه کمتر انجام میشه. به جاش عمل اسلیو رو انجام میدن که با دوختن این قسمت معده باعث میشن طرف غذای کمتری بتونه بخوره. دومین مدل جراحی‌های چاقی کاهش جذبه، یعنی کاری می‌کنن که با کوتاه کردن طول روده یا برداشتن معده غذای کمتری جذب بشه، مثل عمل بایپاس معده که اینجوری معده رو برمی‌دارن و مسیر غذا رو عوض می‌کنن. خب اگر دارین فکر می‌کنی جراحی خطرناکه، بله خطرناکه، ولی خود چاقی دومین علت مرگ قابل پیشگیری در کشورهای در حال توسعه است. قبل از عمل بیمار باید خودش رو آماده شرایط جدید کنه، سیگار، الکل و چیزهای دیگر رو ترک کنه، و بعد از عمل‌های جراحی بیمار باید مجموعه‌ای از ویتامین‌ها و مواد معدنی رو مصرف کنه. سلامتی بزرگترین نعمت خداست. اینجا تخت فاز. سلام.